قحطی التفات آدم به شکل ماشین، ماشین اسمش رباته، میزنه خنجر از پشت هر کی میگه بهاته، میخوری پشت پا از هر کی میگه فداته. دوره بمب اتم قرن، قرن 21 قرن که احساس بشر تو جنگ و خونریزی گمه. باقی که پر رازقیه گلاش گل کاغذیه، توپ و مسلسل و تفنگ به شکل اسباب بازیه. اوسا کریمه، اوسا های 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 ملت، اوسا کریمه دل رحیم، سوال کریم شد. اوسا کریمه دل رحیم با رحمتش پر کشیده، خونه مهربونیشو تو آسمون در کشیده. از بس که از دست بشر رنج و مصیبت کشیده، چشمه آب زمزم و خودش یه جا سر کشیده. باز کسی کس نداشته، راه پیش و پس نداشته، ما رو تو قفس گذاشته، جا واسه نفس نداشته. اوسا کریم دل رحیم، اوسا کریم دل رحیم. خب اجازه بدید که بنده در خدمت این آقا کریم هستم که با این آگهیش کلی هرزم بزرگی که در کار حداقل تلویزیون، البته ایشون همونطور که من خدمتون بارها عرض کردم، ایشون مدتا در رادیوی 76 که در لس آنجلس مرکزش هستش، روزها از ساعت بامداد برنامه داشته و به هر حال پول گزافی هم اونجا خرج کرده تا بتونیم به این تبلیغ کریمو داشته باشیم. بعدم که یه مدتی هم ایشون محبت کردن در روزنامه عصر امروز تبلیغشون گذاشتن و وقتی که فهمیدن ما هم صاحب تلویزیون شدیم، اومدن خواستن به ما کمک کنن و منم باور کنید که روی این نیت که یک دوست مهربون دست یاری به سوی داره، دست کمک به سوی ما دراز کرده و ما رو داره یاری میده، خیر وقتا هم بهش گفتم و بهش هم قول دادم که آگهش برم، ولی خب نمیدونستم که با واکنش های ضد و نقیض روبرو میشه. مخصوصا که من میدونم که هر کدوم ما یک نوع سلیقه داریم، یک نوع عقیده داریم، دنبال یه قضیه هستیم، همه قرار نیست که فکرشون با هم یه جور باشه. من بارها هم در همین برنامه توضیح دادم که بنده میبخشید، بنده میبخشید که ازم بودید که این آگهی پس، ولی که خب این ممکنه یه دیگه سرسته باشن، شاید خود من هم جزه همون یده باشم، ولی که یه کاری ما داریم انجام میدیم و نباید جلوی این کار حالا صد ایجاد کنیم. مزمان میتونیم ببینیم که اصلا چی هستش، جلو جلو پیش داوری نکنیم و بریم بگیم آی ده ها حرف زدن گفتن، یکی گفت خرافات شما تبلیغ میکنیم، یکی برگشت گفتش که شوهر منو در
تهران اعدام کردن، این پول خون شوهر من تو گرفتی، یکی از میگم خانم مگه من شوهرت کشتم یا این آقا کریم کشته؟ اون یه رژیم جز برو یه خشی بگیر چیزش هم سفارتش هم در واشنگتن هستش، برو اونجا پریاد بزن، برو جلو سازمان ملل متحد داد بزن بگو شوهر من این رژیم کشته. اصلا یه دم گفتم تو داری خرافات رو تبلیغ میکنی و داری دین که خمینی آورده و بردار جمهوری اسلامی آورده تو داری اینو تبلیغ میکنی. بسیار هم میگفتن این مال جمهوری اسلامی هست این تبلیغ و به هر حال ارزم بودی که من داره معنی کردن حتی یکی گفت آقای شهر جان تو هم آره یعنی ما فکر میگریم تو آدم سالمی هستی، باور کنید که بدتر از اینا به من گفتن و من هم را سیبیری در کردم چون دیدم چی بگم، حالا من که جوابان دادم میشکم و اصلا نمیره تو میشش، یعنی حرف خودشون میزنن. برحال من امروز آقا کریم اومده بود که آگهیش تجدید کنه، گفتم ببین صبر کن، گفتم عوض کردم دیگه اونطوری نیست، یه جور دیگه آوردم نمایشنامه کردم، گفتم ببین نونم دیرم بنده، گفتم ببین بنده اجازه بده که با همدیگه بریم روی آنتن یه مقدار با همدیگه صحبت بکنیم، من ببینم دلیل شما برای این که تبلیغ میکنه. آها اون موقعی به من میگفتن که ایشون مال جمهوری اسلامیه و ازم بوده تبلیغ مرام جمهوری اسلامی رو میکنه، گفتم با این بند خدا تونجه که من میدونم اسرائیلی یعنی از اسرائیل که جرد کنم اصلا بودی تو که یهودی هستینش و گفتن فرق نمیکنه این داره اینجا تبلیغ میکنه. به هر حال بگذاریم آقا اول بذار خود معرفی کن قربونت برم. آقا کریم من کریم بیان بله و از 15 سالگی از تهران خارج شدم بله و در لس آنجلس بودم همیشه و کارم همیشه اینجا بوده، فامیلی اینجا بودن. بله بله. و فیلمساز هستم. بله. در ضمن یه کاری هم که آن دی ساید من انجام میدم اینی که آزادی بیان برای بچه‌های ایران، مردم ایران، چون هنوز قلب من تو ایران هست و خیلی دوست دارم که ببینم که ایران آزاد بشه از این ناراحتیه که الان میکشم. کریم جان چون یه اشکالی الان توی سرادتش اجازه بدی که بریم این تبلیغ جدید تو برم بریم تا این صدا رو بچه ها درست کنن بیشتر با هم گرد بزنیم. نگران نباش من با شما اصلا فساد دونیم. بله وضعیت کشورمون روز به روز داره بدتر میشه، مثلا فوق لیسانس هم هستیم و تا خرخره زیر قرضیم، زندگی کردن هم از زمان پدرامون سخت‌تر شده، قول و قرارهای خیلی زیادی دادن ولی همش باد هوا بود. شنیدی؟ تازگی مردم میرن رو پشت بوم نام کریم و صدا میزنن، میگن اگه بگی کریم یا کریم دست قید به فریادمون میرسه. چی میگی زن؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ پاشید پاشید بریم بالا پشت بوم میگیم یا کریم. خدایا خسته شدیم از این زندگی، یا مرد یا زندگی، کریم یا کریم خب آقای یا کریم من میخوام ببینم که این صدا درسته آقای عریض خان؟ عرضم بزید که من
امروز میخوام در نقش مبدی و ظاهر بشم. بله. و شما رو بازخواست بکنم. بله بفرمایید. اولا شما انگیزه در ساختن این این سوژه و این که مرتب تکرار میکنی یا کریم یا کریم چی هستش؟ و این چه فرقی داره با اون الله اکبر یا علی؟ چه فرقی بله. میکنه با هم دیگه؟ والا من اول توضیح بدم، من بچه تهران هستم. بله. اونجا به دنیا آمدم و 16 سالگی اومدم آمریکا و بله. اون موقع حالا تو آمریکا بودم. کارم هم فیلم ساختنه و در ضمن همیشه من قلبم تو ایرانه و دوست دارم که آزادی به وجود بیاد، آزادی بیان در ایران. بله. من کاری به رژیم و اینا ندارم، فقط دوست دارم که ایران مردمش آزاد بشن که بتونن صحبت کنن، حرفشونو بزنن اینا. و این یا کریم برنامهش این بود که من در رادیو 670 برنامه گذاشتم و خیلی صحبت میکردم اونجا و نتیجه ای که دیدم اینی که دیدم که مردم ایرانیای در امریکا همکاری با همدیگه اصلا ندارن و هنوز فاصله است بین ایرانیای کلیمی، زرتشتی، مسلمون و این منو خیلی ناراحت کرد. بله. چون خیلی سعی کردم که اینا رو با هم دیگه نزدیک کنم و ایده هامو بهشون بدم، ولی دیدم که هنوز این نفاق بین اینها وجود داره و فقط ایران نیست، هنوز این اینجا هم هستش و من خیلی ناراحت شدم و دیگه گفتم که برم یه چیزی درست بکنم که دیگه کاری با اینا نداشته باشه. فقط یا کریم یعنی خدا. بله. کریم هم منم. کریم داره خدا رو صدا میزنه، یعنی داره میگه خدا یا کمکمون کن، حالا دیگه چیکار کنیم. این معنی یا کریمه. بله. هیچ معنی دیگه هم نداره. من اصلا نه تو دین هستم، آدم دینی نیستیم، فامیلمون هم دینی نبودیم و فقط خدا رو قبول داریم. خب حالا با این آدم هایی که به هر تقدیر شما واسه یک عده داریم مسیج میدین و پیام میپرسیم که اینها به در هیچ شرایطی نمیتونن بپذیرن این پیغام شما رو، الان با چکا کردش که نمیتونن بپذیرن؟ چون خود شما من فکر کنم بیشتر از همه شاهد هستید. چه در خب دلیلشون چیه که چه در دلیلشون رو من نشنیدم. همین دلیلشون میگن که شما دارید با توجه به این که اینایی که در حال در آمریکا هستن بسیارشون ضربه خوردن از مسائل دینی، ضربه خوردن از حکومت دینی و اسلامی، ضربه خوردن من نمیدونم چه ضربه خوردن. من پدرم ایران بود ضربه نخورد، مادرم ایران بود ضربه نخورد، کسی ضربه نخورد تو ایران، همشون هم اومدن اینجا سالم و بله چون اومدن هم... نه اونایی که ضربه خوردن نه نمیدونم چیکار کردن که ضربه خوردن. اونایی که ضربه خوردن برطرف نمی‌کنین. حالا ما بگذاریم از یک گروه خاصی که پدرشون اومده و مادرشون اومده و پولاشون آوردن، خیلی هستن که عرضم بودی که تمام زندگیشون رو بل کردن، زندگی که یه عمری کار کردن و تونستن گردآوری کنن اینا رو. 100%. ببینید 100% یه مسئله هست که رژیم داره که خیلی ها باهاش مسئله دارن. بله. من چون تو اون رژیم زندگی نکردم نمیدونم که اون رژیم زندگی کردیم نمیدونیم. من تو رژیم قبلی زندگی کردم. بله. که خوشم نیومد اومدم آمریکا. بله بله. ولی من کارایی که دارم میکنم اصلا کاری به رژیم نداره. نه کار من میدونم کاری به رژیم نداره، ولی کاری که داری میکنی با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی این مسئله الله و نمیدونم امام زمان و اینجور قضایی رو برشه به صورت سمبولیک در حلق مردم کرده و این رو مرتب تو سر مردم میکوبه و میبینید که مثلا مسابقه فوتبال یهو یه شروع میکنن میگن یا علی. حالا علی کجاست که بره گلره بزنه؟ گلره باز علی پرمی که تو زمینه بزنه. نه باز حضرت علی گرم تو میگن یا زهرا رو مثلا گل میزنه یا زهرا. حالا زهرا خانم میتونه فوتبال بازی کنه؟ حالا بذار با توجه این که بگیم اولین تلفن رو بگیریم. جانم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام علیکم آقای اوشان اجا، خسته نباشید. قربون شما، مرسی. الان من همین الان پای تلویزیون شما نشستم. این بیست تحقیق ما چیه؟ من این دو تحقیق آقای کریم. حالا بگیم شما
کریم یا کریم درسته؟ بله بله آقای کریم یا کریم شما گفتی که من تو همین اکندهتی که من صدا شما کردم گفتی من کاری ندارم مردم شما مشکل داشته چه سختی تو ایران کشه یا اینجا کشه نه شما جز مردم ایرانی هستی اگر نیستی پس این کریم یا کریم یعنی چی اگر جز مردم هستی پس باز بگیر مردم درد کشیده رنج کشیده سختی کشیده بدبختی کشیده بعد این یا کریم فکر نمیکنی یه جورایی به جمهورستان ربط داره داری ما را اذیت میکنی اونایی که خارج از کشور که مخالف جمهوری اسلامی هم از دین و قرآن و دنگ و پنگ چیزا فرار کردن تو این تجدید یادآوری یعنی تو دیگه غیر مستقیم مردم داری سوت میدی کریم یا کریم نه دیگه من کریم خودم هم کریم رو صدا کنم صدا کنم که چی میخوای از مردم یکی کریم یا کریم بعد خواهش هم میکنم تو کلمات نزاکت رعایت تو هم جزی مردمی اگر تو نظام جمهوری اسلامی زندگی نکردی لطف کنی یه سری بزن برو اونجا بعض مردم اونجا بدون یا اونایی که میان اینجا بپرسه وقتی داشته بعد بگو آقا من بالاخره هم دردی مردم هستم بگو نگو من چه کار دارم مردم چه کار داره میکنم چه دردی کشین چه دردی کشینه شما اگر در رژیم گذشته زمان شاه فقید زندگی کردی بعد مقایسه به زندگی اون موقع با حال مردم بعد نگو کریم یا کریم بله. حالا متوجه جواب شما هستید قربان شما مرسی بله جواب داری؟ یعنی جوابی که من دارم من با رژیم نیستم حالا من چجوری ثابت کنم چی به شما که من نه ایشان نمیده شما با رژیم هستی میگه پیغامی که میدی پیغامی یا کریمی که میدی این پیغامیست که رژیم داره به مردم در داخل کشور و تمام دنیا میده اونا میگن شما میگی کریم اسم خداست رحمان و رحیم اونا میگن الله اونا میگن ارزم بزرگ میگن فرق کریم با الله چیه ایشون اگه تمام صحبتایی که من تو رادیو کردم و تو مگه حالا اون گوش نداده گوش نداده الان داره الان دوزاره بله ولی تمام برنامه‌ای که من دارم صحبت میکنم صحبت آزادی مردم ایرانه که بتونن آزاد زندگی کنن من کاری به رژیم جایی ندارم من کار دارم به آزادی مردم آزادی بیان چون دوره شاه هم که بودم آزاد نبودم آزادی بیان نداشتیم و فکر نمیکنم فرقی کرده باشه حالا ممکنه بدتر شده باشه ولی خب بهتر نشده کار من هم همینه بگیم بریم یه تلفن دیگه بگیریم الو الو جانم بفرمایید بله آقای علیشان جان دلم سلام علیکم بله آقای بزرگ میخوام صحبت کنم و قطعیت کنید نه خواهد ولی کوتاش بکنید خدا ارزم به حضورتون که اولا در که ایشون در آینده میخوام بذارم خیلی جنبه خرافاتیش بیشتر از آگه اولیش یک دوم این که آقای من یه صحبت اول با شما دارم آقای ایشون میشه بعد با ایشون با آقای کریم فامیلیشون بیان هست گفتم بله بله حالا یا بیان یا بیان در مورد با شما آقای قوشیان نجات اولا دوست که شما در تمام تلویزیون های خارج از کشور این تو هم آمریکا که زندگی میکنید نگاه نگاه کنید هیچ وقت یک آگهی که جنبه ایدئولوژی داشته باشه یا دین یا آگهی با ایدئولوژی پخش نمی کنن مگر این که یک برنامه خریداری شده نیم ساعت یا یک ساعت در فلان روز در فلان ساعت پخش می کنن و بیننده می دونه که در فلان ساعت یک آگهی مثلا ایدئولوژیک یا مذهبی پخش میشه برای اون میدونه بره مثلا اون کانال رو بگیره و برنامه رو تماشا بکنه نکنه این یک و اینجوری نیستش که هر بیننده که نشسته تلویزیون تماشا میکنه هر اون خواهدگی بشه یک مرتبه از یک از اون یک اصلا باش مثلا تبوچی نداره مراوده نداره و میتونه براش یک چیز روحی یک جنگ روحی براش ایجاد بکنه دومم این مسئله این آگهی ایشون آگهی خرافه پرستی رو بسیار رواج میده ببینید آقای ما بیننده دو سه نوع داریم یه بیننده داریم که آگاهی دارن و اونا هیچ وقت از اینجور آگهی هم هیچ وقت تحت تاثیر واقع نمیشن یک سری داریم که تحت خرافات هستن هنوز و یک سری هم داریم
بله من مرسی با شما در نمیشم بله حالا حرف من به آقای کریم بله یا شما مأمور سیاده هستید یا حساب مأمور قدرت های غربی هستید که میخواهند ما را در منتالیتی این پایین نگه بدارن همینجور در منتالیتی خرافه دینی نگه بدارن که اونا راحت میان کشور ما را به پلاندر کنن قارت کنن و برن و ما در همین منتالیتی یا شما مأمور سیاده هستید یک یا واقعا یک شخص روانی هستید و بایستی به آسایشگاه میرید و کمک بگیرید آسایشگاه روانی من صحبتام تموم شد واقعا ولی اگر شما ادامه بدید آقای هوشیاری رو بریم به این جور آگهی ها من هیچ چاره ندارم بسید برای اینکه من به قدم بعدی من معامله خواهد بود برای تمام اتوریتی آمریکا و من جمله سیاره که دست از سر چکر این تلویزیونهای ایرانی ما بردارم خیلی ممنون از اینکه به این فرصت رو به من قربون شما برم. مرسی مرسی علی عزیز فرم من جواب شما رو بدن البته شما صحبتاتون کردین عقیدتون ابراز داشتین عزیز بگیم و بقیه خطا رو بگیریم. بله نه همه خطا هم داره زنگ میزنه. جانم بفرمونید. هر جانم سلام علیکم. قربون شما آقای عزیز سلام عزیزم قربون شما برم. من میخواستم میمونیتون آقای کرمون صحبت کنم. بله شما فکر نکنید به یک مش آدم ابله عقب افتاده سر کار دارید. شما در اول صحبتتون گفتید 15 سالتون بود از ایران خارج شدید. تو 15 ساله جواب به ما نمیدید. به 15 ساله چه میفهمیدی در ایران آزادی هست یا نه؟ وقتی نظر کلاهبرداری تو بعد اومدی اینجا فکر کردی نه دست شما رو نخوندی یا آقای موضوعاتی از اقتصاد داره از دین اسلام دفاع میکنه قرآن تعریف میکنه ولی ایشون معطل هم داره به جمهوری اسلامی فحش میده. تو هم مثل همین تو چهرت کلاهبرداره تو اسم تعریف جهودی قبیلی هستی هر دونو داری اینا بازیه. تو صداقت نداری قیافت اصلا یه آدم مزدور خائنه. تو این کسا من عرضم حضورتون من میگیرم. ببین عزیزم این تازه نمونه هایی بود از عرضم حضورتون که مسائلی که ما باش روبرو بودیم و خب من حتی یک لحظه شاید اشتباه من بوده شاید یه لحظه حتی فکر میکردم که این آگهی و این مسائل بدین گونه عرضم بزرگی که تحصیل تحت تحصیل مردم قرار بده. و یه چیز من خدمتتون از کنم اولا من از دوستان عزیزی که میان روی خط یه صدایی دارم. ببینید خیلی قشنگتر میشه صحبت کرد اگر مسئله ای هست که مورد اعتراض هستش، اگر مسئله ای هستش که مورد پرسش هستش، این آدم عنوان میکنه حالا یا جوابی که میشنوه اون رو میتونه متقاعد کنه یا نمیتونه بکنه. ولی پرداختن به صحبت هایی که نه در شأن بنده هست که اینجا در خدمتون هستم، نه در شأن این تلویزیون هست اصلا و نه در شأن مهمان مؤسس، به هر حال میگید معترض هستش، اعتراض میکنن، صحبت دارن، بحثم دارن و حرفم برای گفتن دارم. ببینید وقتی صحبت ها میره قاطی میشه دیگه یه جا دیگه حرف حساب این مثلا گم میشه. من فکر میکنم در حالت تحاشی و در حالت تهمت زدن و در حالت های بسیار بد آدم بتونه به نتیجه برسه. من خواهش کردم از این آقای کریم که خودشون تشریف بیارن و جوابگوی تمام سوالاتی که در طول یک ماه گذشته ما باش روبرو شدیم بدن و اگر شما بخواید بیان اینجا یه حرفایی بزنین که ایشون رو به این صورت نیا کنید. حالا ببینید ممکنه که دیگه سوالی داشته باشید. حالا جانم بفرمایید. الو الو جان دلم بفرمایید. درود بر شما آقای روشن. خواهش میکنم. هر چیزی من ناراحتم از اینکه این همه سال زحمات شما و مشقتی که کشیدین و مبارزه با جمهوری اسلامی کردین زیر سوال رفته. برای من که زیر سوال صد هستم. بله شما مثل میمونه که بگید آقای سازگار مال جمهوری اسلامی نیست، آقای نوری زاده مال جمهوری اسلامی نیست، پس ایشون هم میتونه نباشه که صد درصد هستن. سوال من اون آقای رفی که هست، ایشون 15 ساله از رژیم شاه داره بدی میگه ولی این رژیم میگه من
میخوام، فاشیست بود من اونو میخوام، اون دیگه زن ما رو تو خیابون سنگسار نکرد، دختر ما رو تجاوز نکرد. شما یک کشون رو بیار آقایی که من اسم کریم تو بدم میاد مجبورم ولی بگم من از کریم بدم میاد، من از خدا بدم میاد، من از اسلام بدم میاد، تو نمیتونی بگی نماینده جمهوری اسلامی هستی، تو خود جمهوری اسلامی هستی. و متاسفم برای عصر امروز با وجود خانم گلی مثل سری سفاری و جمیرانی و کسر ما فکریم در امیدی برای ما باشد برای آقای یوجان، خیلی متاسفم تلویزیون تو واقعا زیر سواله و من از جمهوری اسلامی و اون کسی که اصلا قرآن رو نبشتیم خدا برای. الو جانم، جان زلم، سلام آقای روچیانی. سلام عیزم. حالتون خوبه؟ مرسی عیزم. آقای روچیانی جز من کسی شخصیتتون شخص هستی، شما آدم بسیار خوبی هستی، این آقای کریم هم آدم بسیار خوبی هستی، من فکر میکنم بسیار انسان مهربونی هستن، برنامه هاشونم توی رادیو سیکس سرنتی گوش کردم، ایشون هیچ قرض بدی ندارم، انتون من آدمی نیستم که نه مذهبی ندارم. الان این آقا که میگن من خدا رو قبول ندارم، اسلام خدا مال همه ادیان و مال همه انسان هست، ایشون توی رادیو که صحبتی کردن من حتی مثل که اینجور که یادم میاد گفتم من یاد اگه بنیاد نیکوکاری هم دارم، حالا دیگه اون رو نمیدونم درست میگم یا نه، که اصلا کسی احتیاج به کمکی هم داشته باشه ایشون خوب کنید، ایشون یعنی چه برداشتی میتونه بکنه از این مسئله؟ من یا کریم چه چیز بدی داره که این مردم مریض متاسفانه در سفتر دست از مریض تیلوس آنجلس این دور رنگ میبرن از اشون؟ بله یه کاری میخواد بکنه، لاری عدسی بله عدسی که بعد که مشخص میشه هم کسی میتونه کنم شود کن، از این شما برنامه خودتون توی تیوی ادامه بده با جالبه، من خودم یکی از اون افراد بودم که باز دوست داشتم ببینم ایشون و صحبتاشون گوش کنم و ببینم در نهایت ایشون منظورشون چیه. تو هم خیلی هم جالبه شما این تیوی ها اگه بخوای توجه کنیم این هم به ها هر کدوم یک بازه میزنن، شما رو هم خودتون رو بسن ادامه بدی. آقا کریم هم مطمئنم که ایشون هیچ نظری به هیچ چیز نظری نمیتونن داشته باشن، دور نیت خیلی که دارن به خدا من نکرمی هستم نمیدونم چیز، ولی من فکر میکنم ایشون انسان خوبی باشه. مرسی. هلو جان دلم، جان دلم بفرمون. سلام آقای روشن. سلام عیزم. آقای روشن من تو میبار دارم یه رو خواهد اولا به هیچ اون برخلاف و بعضی که در زدن به هیچ آنوان چیزی از وجود شما، شخصیت شما، اون نمش شما، اون همه مدتی که مبارزه کردید، دست به قلب شدید، سختی ها کشیدید، از وجود شما هیچ کم نمیشه. هر کسی هم راید این برنامه که یک کریم یا از کریم که تو از تو برنامه رو بردین داره صحبت میکنه، ایشون خودش از خودش دفاع کنه، اصلا ربطی به شخصیت و برنامه واردگی شما نداره، برنامه تلویزیون شما نداره، شما بسیار بسیار مدعاقایی هستید، چون اینقدر روی حدیدی بعد ما با درک کنیدیم شما الان مبینم زنی میکنم توهین میکنه بیا آقا میگه آقا تو معمول زیاری هستی فلان هستی توهین میکنه پلیس شما با نزدت به کامل احترام کامل به دیگه حرف بزن دیگه تو هم گذاشتی باید درسو بزنم من. اون طرفی که زنی میزنه باید به خودش احترام بذاره که یه شخص مثل آقای هوشیار نژاد که این برنامه بهش اجازه داده که حقش کامل بزن تلویزیون دیگه بود پلی خط میکرد این که از اشتباهات ما که این خود تحقیل مسائل من قبلای سال از شما کردم جواب ندادی، خواهش بدم خودتون جواب بدید، کاری با آقای هوشیار نژاد نشده باشه. آقای هوشیار نژاد شما بزنید مردم اگه سوال میکنه خودش جواب نه خودش جواب من کریم یا کریم من بهتون گفتم این من دیگه سوزنی مونه که مثلا این بذار تو مرده یک کسی مثلا سوش بده عذیت بکنه اینشون داره که شما یه برداشت قبلی داشتی که این کریم یا کریم رو انداختی، این کریم یا کریم یا باید تو تلویزیون سلام پخش میشد یا توی برنامه همین علی اکبری هست که میگه آقا تو تلویزیون دعا میکنه پولم جمع میکنه آتر مردم میزن ما هست دادیم هم که گویم افتران بکنه البته بگو که کریم یا کریم پول به تلویزیون مردم پول دارد میفرستنه بری کار نکن با فکر مردم بازی نکن با شخصیت مردم بازی نکن عزیزم ما درخواست پول نکردیم از کسی نه ما کار به جمهوری اسلامی نداریم و ما شما هیچ خبری نداریم چون وضعیتی داشت عزیز من یه نگاه به تاریخ کشور خود بکن با شما تایید روزایی که دارید صحبت میکنید این مردم چه وضعی دارن اینجا ما عذاب خراب داریم
اجازه نشود. پس من خواهش میکنم که عرضم بزرگتون که ما از تلویزیون گوش شدیم، من یه اشاره کوچیکی بچه توضیح بدم. اولا دعوت من از آقای کریم برای خاطر این بود که ما مرتب اینجا تلفن‌های اعتراض‌آمیز داریم، چون که می‌دونیم که این تلویزیون الان چند ماه باز شده. من خودم به شخصه تجربه کار تلویزیون داشتم به عنوان برنامه ساز، به عنوان موضوعی، ولی کسی که یک برنامه رو داره ساپورت مالی میکنه و به هر حال راه اندازی کرده برای اینکه بتونه ارتباطش رو بیشتر بکنه با مردم، من تجربه آنچنانی نداشتم و به خاطر همین هم خب ممکنه که بنده در ارتباط با یک مسئله دچار لغزش شده باشم یا دچار اشتباه شده باشم و دیگران به بنده تذکر بدم و من خودم اصلاح کنم، چون این همین هم هستش. و به خاطر همین مسئله من از آقای کریم که اومده بودن که باز دوباره این آگهیشون رو تمدید بکنن تقاضا کردم، گفتم که اول بیا جواب این کسایی که به هر طریق مدعی شما هستن بلی، یعنی ایشون لطف کردن به بنده و اومدن اینجا و که خودشون با شما عزیزان صحبت بکنن و جواب باشن که من این وسط کاری نباشم، من واسطه من تو این وسط نیستم، فقط برای اینکه روشنگری بکنم که بدونن مردم که این وسط خود ایشون هستن که دارن این کار انجام میدن و دلایل خودشون رو دارن، اصولا بهشون گفتم بیان. و من واقعا تعجب میکنم بعضی از دوستانی که میان روی خط و بدون اینکه اصلا آگاهی داشته باشن، بدون اینکه حداقل بدونن که من کسی مثل من 30 سال دارم در این شهر یک تنه دارم مبارزه میکنم با بودجه شخصی و با هزار یک گرفتاری داریم روزنامه رو در میاریم، داریم این تلویزیون را میکنیم، واقعا بعید هستش و دور از دور از روش جوانمردی و آداب و رسوم ما ایرانی هستش که همه رو به یه چوب بزنیم و همه رو. من این حرف قبول میکنم، من اول برنامه هم خدمتون گفتم که این یا کریم چون مردم از ذهنیت بدی دارن و چون مردم به هر طریق روی این کلمات دینی حساس هستن، اینه که مشکل ایجاد کرده. حالا بریم به نفر بعدی، بریم نفر بعدی چی میگه. جانم بفرمایید. الو جان دلم. سلام آقای مجرد نجا. سلام، حال سرکار چون داره؟ خیلی متشکرم. سلام آقای کریم. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که این تبلیغات شما در درجه اول منو یاد پرنده‌ای میندازه در ایران که از نسل کبوتره و به نام یا کریم هست.